بسم الله الرحمن الرحیم. راجر بیکن میگه که ریاضیات دروازه و کلید علوم است. خب الان انشاءالله قصد داریم که تمرینات فصل چهارم ریاضی دهم انسانی رو با هم حل کنیم. فصل چهارم هست نمایش داده ها، درس اول اون هست نمودارهای یک متغیره که تمریناتمون صفحه 104 هستن. خب صفحه 104 سال اول میگه سود خالص یک شرکت خدماتی در 6 ماه نخست سال بر حسب میلیارد ریال به صورت زیر است. شهریور از اینجا فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور. خب بچه اگر به اینا دقت کنید، 2.21، 2.2، 2.1، 2.3 و 2.4 اینا بر حسب چی هستند؟ بر حسب میلیارد ریال هستند. میگه خریدار و فروشنده سهام این شرکت نمودارهای زیر را رسم کردند. اعداد روی محورها را مشخص کنید. اینجا نمودار از دید خریداره، اینجا نمودار از دید فروشنده است. فروشنده تغییرات رو زیاد میبینه چون یه چیزی از دستش رفته، وقتی رو سود میکنه اسم میکنه سود زیادی کرده، و خریدار چون که انتظار سود زیاد داره وقتی که یکم میره بالا، مثلا 2.21، تغییرات رو خیلی زیاد در نظر نمیگیره. میگه به نظر شما کدام یک منطقی تر است؟ ببینید بچه ها، توی نمودارها نموداری منطقی تر هست که نسبت به توی نمودارهای خط شکسته. نمودار خط شکسته نموداریه که برای نمایش تغییرات به کار میره. اون نموداری که نسبت به مقدار اصلی تغییرات رو نشون بده، بهتر نشون بده، اون منطقی تره. پس الان با توجه به چیزی که وجود داره، چون اینجا تغییرات خیلی زیاد نیستن، نگاه کنید از 2 تا 2.1 تا 2.2 تا 2.1، یعنی 1 دهم 2 دهم بیشتر نیستن نسبت به 2، یعنی 5% تا 10% تغییرات رخ داده، به نظر میرسه که نمودار از دید خریدار نمودار منطقی تری باشه. ولی از طرفی بچه ها ما باید اینو نگاه کنیم که ما داریم روی چه مقادیر حرف میزنیم. اینا بر حسب میلیارد ریالن. خب یعنی مثلا این 200 میلیون تومنه، این شده 2.1 دهم، 10 میلیون بهش اضافه شده. پس مقادیر کمی نیستن. اگر 2 بود بعد 2.1 دهم، اینا میگفتیم 5% همچی چیز خاصی نیست. ولی وقتی که در مقیاس واقعی بخوایم اینو در نظر بگیریم، اینا بر حسب میلیارد ریالن و این 1 دهم میلیارد ریال یعنی 10 میلیون تومان، 2 دهمش یعنی 20 میلیون تومان. پس این مقادیر ریزی نیستند. پس از این نظر هم میشه گفت نمودار از دید فروشنده بهتر هست. بذارید اول اعداد رو نشون بدیم. خب این که الان 2ه، درسته؟ این میشه 1.5، این میشه 1، اینم میشه نیم. اینجا از 2 شروع شده، شده 2.1 دهم، 2.2 دهم، 2.3 دهم، 2.4 دهم و 2.5 دهم. اینجا هم که بالاترین مقدارش همون 2.5 هست. خب پس بریم حالا سوالات رو جواب بدیم. به نظر شما کدام یک منطقی تر است؟ اینجا نظر خودتونه بچه ها. خب پس میگیم وقتی سود کم است نمودار از دید خریدار، و وقتی سود زیاد است از دید فروشنده بهتر است، از این نظر که تغییرات نسبت به عدد 2 ناچیزند. ببین 2.2، 2.1، 2.2، 2.1، 2.3، آخرش هم 2.4. نمودار از دید خریدار میتونه منطقی تر باشه، اما حواستون باشه چون مقادیر بر حسب میلیارد ریال هستن، پس تغییراتشون مقادیر بزرگی هن. یعنی نمودار از دید فروشنده چیه؟ منطقی تر. پس این نمودار منطقی تره چون تغییراتمون تغییرات بزرگی هستن از نظر مقدار. شاید نسبت به این دوی اولیه زیاد تغییر نکردن، ولی مثلا شما توی 6 ماه از 2 شده 2.4، از 2 بشه 2.4، یعنی چقدر؟ یعنی 20% رشد کرده. 20% یک مقدار بسیار زیادی نسبت به چقدر؟ 2 میلیارد. 20% 2 میلیارد میشه چقدر؟ میشه 400 میلیون. پس که البته بر حسب ریال میشه 40 میلیون تومان نسبت به 200 میلیون. 40 میلیون توی 6 ماه سود کردن توی شرایط بدون تورم یک سود فوق العاده است. پس نمودار از دید فروشنده نمودار بهتری است. خب پس اینو گفتیم، پس از دید فروشنده بهتره. آیا می توانید نموداری بهتر از این دو نمودار رسم کنید؟ بچه ها اگر که ما بیایم اینجا نمودار میله ای رسم کنیم، خب و نمودار میله ای رو
با مقیاس بزرگ رسم کنیم، یعنی در واقع اینطوری بگم که نمودار میله‌ای رسم کنیم، بعد مثلا از 1.9 شروع بشه، اون وقت تغییرات رو بهتر نشون میده. یا مثلا نمودار، یا همین نمودارا رو بیایم از 1 رسم کنیم، یه در واقع هم نمودار از دید خریدار و هم نمودار از دید فروشنده رو مخلوط میکنیم. یعنی پس به دو شکل دیگه میشه نمودارهای تقریبا بهتر رسم کرد. یه شکل اینه که بگیم آقا این 1ه، 0.3 ببریم بالا، این 1.3، 1.6، 1.9، 2.2 و 2.5. خب اولی که چقدره؟ اولی 2ه، درسته؟ فروردین چند؟ 2ه. میایم از اینجا 2 تا میایم بالا، این برای فروردین 2 تقریبا هولوش میشه دیگه. بعدی اردیبهشت 2.1، برای اردیبهشت از اینجا یه ذره میاد بالاتر، اینجاست تقریبا. برای خرداد 2.2 از اینجا میاد تا اینجا. برای تیر 2.1، باز به اندازه این قبلی است، اینقدر. برای مرداد 2.3 میزن از این بالا هم رد میشه، اینجاست تقریبا. و برای بعدی هم که 2.4 میشه این هول و هوش. خب حالا ما میایم نمودار، من اینا رو نمیخوام، این نمودار میله‌ای رو به این صورت نمیخوام، حالا نمودار میله‌ای رو همیشه حالا براتون رسم میکنم. ببینید به این صورت میشه، به این صورت و به این صورت. الان اینجا خوبیش چیه؟ خوبی این نمودار اینه که تغییرات رو تقریبا خوب نشون داده. بذارید من اینو اصلاح کنم یه ذره. تغییرات رو نسبتا خوب نشون داده. ببینید به این صورت تغییرات رو نسبتا خوب نشون داد. الان من اینا رو پایینش رو پاک کنم. الان این تغییرات رو نسبتا نسبت به این بهتر نشون داده. خب تغییرات رو نسبت به این بهتر نشون داده، نسبت به این کمتر نشون داده، ولی باز هم میبینیم تغییرات رو، یعنی یه مخلوطی از این نمودار از دید خریدار و فروشنده است. خب این یه شکل نمایش، برای نمایش بهتر میشه این کار رو کرد که در واقع هم خریدار راضی باشه هم فروشنده. اما شکل دیگهش با استفاده از نمودار میله‌ای، نگاه کنید من دوتا محور عمود بر هم رسم کنم، اگر هدف اون نشون دادن مقدارهای اینها باشه، این خیلی کار رو برامون راحت میکنه. نگاه کنید ماه اول چقدر؟ ماه اول فروردین 2ه. ببینید از اینجا این ماه فروردین به اندازه 2 میان بالا، بعد 2.1 از اینجا 2.1 میاد بالا، بعد خرداد 2.2 میاد اینجا، بعد دوباره تیر 2.1، بعد مرداد 2.3 و مجددن میرسیم به ماه بعد، یعنی شهریور که 2.4. اینجا برای نشون دادن اختلاف های اینها از این نمودار میشه استفاده کرد و این اختلاف ها و تغییرات رو خیلی خوب به ما نشون میده. خب پس اینها هم نمودارهای ما هستن و این نمودار میله‌ای برای نشون دادن هم تغییرات هم مقادیر، و این هم نمودار خط شکسته، و این هم نمودار میله‌ای برای نشون دادن مقادیر اینها که مقادیر رو قشنگتر نشون بدیم. خب بریم صفحه بعد، سوال بعدی. سوال دو میگه اگر درصد یا فراوانی متغیرهایی که نمودار آنها رو رسم میکنین نزدیک به هم باشند، آیا نمودار میله‌ای برای مقایسه مناسب تر است یا نمودار دایره‌ای؟ خب ببینید بچه ها، وقتی میخوایم مقایسه کنیم در این حالت، ما دیدیم صفحه قبل میشه نمودار میله‌ای رو در سایز بزرگ رسم کرد که اندازه ها رو بشه راحت با هم مقایسه کرد. پس در این حالت کدوم بهتره؟ نمودار میله‌ای. این نکته رو یادتون بمونه. پس اگر درصد یا فراوان متغیرهایی که رسم می‌کنین نزدیک به هم باشن، کدوم بهتره؟ نمودار میله‌ای بهتره. نمودار میله‌ای از نمودار دایره‌ای بهتر است. نمودار دایره‌ای درصدها رو نشون میده. اگه درصدها به هم نزدیک باشن، دو تا قسمت هم اندازه رو نمودار میبینید، متوجه نمیشید کدوم بزرگتره. ولی نمودار میله‌ای رو میتونید بیاید مثلا همون چیزی که صفحه قبل رسم کردیم بزرگ رسم کنید که
در واقع اختلاف های اونها قشنگ مشخص بشه. سوال سوم، رسم نمودارهای میله‌ای و دایره‌ای برای داده‌های کمی مناسب تری یا برای داده‌های کیفی؟ خب برای داده‌های کیفی مناسب ترن، هر دوتاشون برای داده‌های کیفی خوبن. البته از دوتا برای داده‌های کمی هم استفاده میشه، ولی کلن نمودار میله‌ای برای داده‌های کیفی بهتر هست. یادتون باشه نمودار میله‌ای برای داده‌های کیفی بهتر هست. خب بریم سراغ تمرین بعدی، صفحه 109. سوال اول، میگه نمودارهای میله‌ای فراوانی یا درصدها را نشان میدن، چه زمانی باید از فراوانی ها استفاده کرد و چه زمانی از درصدها؟ ببینید عزیزان، ما زمانی از فراوانی استفاده میکنیم که تعداد برای ما اهمیت داره. وقتی که تعداد برای ما مهم نیست، یک، یا تعداد خیلی زیاده، وقتی تعداد مهم نیست تعداد خیلی زیاده، اون وقت میایم از چی استفاده میکنیم؟ از درصدها استفاده میکنیم. خب جواب سوال اول، میگیم هرگاه تعداد برای مهم و دادا، این نکته هم یادم رفت، دادا توی یه گروه هن. حالا مثال میزنم از فراوانی، و هرگاه تعداد برای ما مهم نیست یا داده ها زیادن، یا اینکه چند تا گروه داریم از درصدها، یا بچه درصدها رو اسم، حالا اسم دیگه که استفاده میکنن میگن فراوانی نسبی، از درصدها یا فراوانی نسبی استفاده میکنیم. مثال میزنم، یه بار میگن چی؟ میگن آقا یه کلاس داریم 3 گروه شده. خب دقیقا همون مثالی که شما تو کتاب ریاضی 7 فصل آخر داشتید، این 3 گروه مثلا یه گروهشون میخوان لباس زرد بپوشن، لباس مورد علاقه برای تیم ورزشی، یه گروه میگن آقا زرده، یه گروه میگن سبز، یه گروه هم میگن قهوه‌ای لباس مورد علاقه ما. ببینید اینجا تعداد برای ما مهمه، ما میخوایم تعداد رو با هم مقایسه کنیم. بعد اینا همشون هم توی یه دسته قرار میگه، این یه کلاسن. خب اما یه بار میاد سوال میگه چی؟ میگه آقا شما مثلا 8 کلاس دارید، 8 کلاس، 3 کلاس اول دبیرستان دارید، اول متوسطی، دوم، 3 کلاس دوم متوسطی دوم، و 2 کلاس سوم متوسطی دوم. خب خیلی هم. حالا تعداد اینا، کلاس اولش مثلا 25 نفره، کلاس دومش 30 نفره، کلاس سومش مثلا 22 نفره. این کلاس هم همینطور. مثلا کلاس اولش هست 19 نفر، کلاس دومش 23 نفر و کلاس سومش هم هست 20 نفر. کلاس این سوما 2 کلاس هن، یک کلاس 30 نفره و یک کلاس مثلا 27 نفره. حالا میگن چی؟ میگن اینا رو روی نمودار نشون بدید. خب وقتی میخواید اینا رو نشون بدید، اولا یه دسته نیستن، دوما شما میخواید اینا رو نشون بدید، اندازه‌ای که بخواید نشون بدید خیلی براتون مهم نیستن. پس میاد چیکار میکنید؟ بعد اگه بخواید اینا رو نشون بدید تعدادشون زیاده، خب به همین خاطر میاد چیکار میکنید؟ میاد درصدای اینا رو میگیرید و درصدا رو نشون میدید. حالا البته اینا هم عدداشون زیاد نیستن، ولی خب چون اختلافشون خیلیه، مثلا نگاه کنید از 19 تا چند، از 19 تا 30 اختلاف دارن. یعنی بخواید روی نمودار نشون بدید که ممکنه سختتون بشه که اینقدر نمودارتون باید بلند باشه، بعد از 20 هم شروع بشه، برای مقایسه به نظر زیاد خوب نمیاد. پس بهتره که بیاید اینا رو درصداشون رو بگیرید، درصد هر کدوم رو و درصد رو روی نمودار نشون بدید، چون تعداد هم خیلی اینجا برای ما اهمیتی نداره. پس وقتی که تعداد مهم نیست، یا اگر حالا مثلا اینجا برای کلاس گفتم، حالا ممکنه شما مدارس شهرهای یک استان رو با هم مقایسه کنن، مثلا 4 شهر از یه استان بگن، بگن یه شهر تعداد دانش آموزای مدارسش مثلا کلن 2500 نفره، یکی دیگه بگن مثلا 17000 نفره،
یکی دیگه بگم مثلا خب رو نگاه کنید، یکی دیگه بگم مثلا چه میدونم 20,000 نفره، یکی دیگر هم باز بگم مثلا 5,000 نفر، خب 4 تا شهرن. خب اینا عددها خیلی بزرگن، بعد اختلافشون هم با هم زیاده. اینجا باز با درصد نشون دادن میتونه کار ما رو راه بندازه. پس گفتیم که هرگاه تعداد برای ما مهمه و دادا در یک گروه هستن از فراوانی، هرگاه تعداد برای ما مهم نیست یا دادا ها زیادن یا دادا ها بزرگن یا چند تا گروه داریم، از درصد یا فراوانی نسبی استفاده میکنیم. سوال دو میگه نمودارهای میله‌ای افقی درست شبیه نمودارهای میله‌ای عمودی هستند. خود نمودار میله‌ای عمودی خب به صورت مستقیم میرن بالا، با این تفاوت که محورها چرخیدن یعنی تاب خورده. نمودارهای میله‌ای عمودی مرسوم‌تر هستند. به نظر شما رسم نمودارهای میله‌ای افقی چه زمانی مفیده؟ بیا این بغل صفحه توضیح داده دربارش. نمودارهای میله‌ای افقی درست شبیه نمودارهای میله‌ای عمودی هستند، با این فرق که محورها چرخیدن. در نمودارهای میله‌ای افقی رده‌ها روی محور عمودی، این قسمت که مال رده است میاد روی محور عمودی، و درصد یا فراوانی روی محور افقی نشان داده میشه. نمودارهای میله‌ای عمودی مرسوم‌ترند، اما نمودارهای میله‌ای افقی در صورتی که چی؟ در صورتی که اسم رده‌ها طولانی باشد مفید واقع میشن. پس چه زمانی مفیدن؟ همینجا خودش گفته، وقتی اسم رده‌ها چی باشن؟ طولانی باشن. نمودارهای میله‌ای افقی برای نمایش اسامی رده‌ها بدون نیاز به عمودی نوشتن فاصله زیادی را در اختیار ما گذاشت. خب اگه من بخوام اینجا بنویسم، ببینید فرض کنم من یه نمودار میله‌ای عمودی دارم درباره مثلا یه اسمی مدرسه، مثلا درباره 3 تا مدرسه، مثلا مدرسه متوسطه اول شهید مدرس، ببینید چقدر طولانی میشه. ولی خب اگر که من بیام اینو افقی بکشم، خب اینجا به صورت افقی میتونم اینا رو نشون بدم، بعد خود جای زیادی مثلا همین مدرسه متوسطه اول شهید مدرس رو من میام اینجا بنویسم، میگم مدرسه متوسطه اول شهید مدرس. ببینید جا زیاد میذاره برای نوشتن اسم رده ها. خب اما بریم سراغ سوال سوم. سوال سوم میگه سن بازیکنان تیم ملی فوتبال یک کشور به شرح زیر است. خب اینان: الف، نمودار نقطه آن را رسم کنید و مقادیر میانگین، مد و میانی سن بازیکنان این تیم را روی محور افقی نشان دهید. خب برای به دست آوردن میانه و مد ما باید داده ها رو مرتب کنیم. اینجا هم جا نیست، من یه صفحه این ور درست کردم، اومدم صفحه خالی درست کردم، حالا اینا رو میخوام مرتب کنم به ترتیب. کدوم از همه کوچیکتره؟ الان نگاه میکنیم از همه کوچیکتر 18، درست؟ اول 18 رو مینویسم، بعد کوچکترینشون چنده؟ 19. بعد از 19 دیگه ندارن، 21 دارن. بعد 21 22 رو دارن دیگه، 22 همین یه دونه رو داریم، بعدش 23 رو داریم، بعد از 23 یه دونه 23 دیگه هم داریم دیگه نداریم، 24 یه دونه داریم، بعد 24 دیگه 24 نداریم دیگه، درسته؟ نداریم، نه. بعدش 25، دو تا اینجا یکی اینجا، این 3 تا، اینم 4 تا، 4 تا 25 داریم، 25 25 4 تاشو می نویسم. بعد از 25 26 دو تا اینجا هست، یکی اینجا هست، این 3 تا، اینم 4 تا، 4 تا هم 26 داریم. فعلا بیشترین تعداد رو 25 و 26 دارن، هر کدوم 4 تا دارن. بعد 26 27 یه دونه اینجا داریم، یه دونه هم اینجا داریم، دو تا هم 27 داریم. بعدش 28 داریم یا نه؟ اصلا نگار 28 نه نداریم. بعدش 29 یه دونه، دو تا 29 داریم، 29 و 29 دیگه. 30 نداریم، باز 31 هم دوتا داریم، دوتا هم 31 داریم
دیگه فقط یه دونه چی میمونه؟ یه دونه 33 باقی میمونه. پس اینم از دادای ما. خب پس الان گفتیم نگاه کنید 25 4 تا دارید، 26 هم 4 تا دارید. پس مد چیه؟ مد یعنی داده ای که بیشترین تک رو، بیشترین فراوانی رو داره. بیشترین فراوانی رو 25 و 26 دارن. پس هم 25 مده و هم 26، دو تا مد داره. خب میانه رو خواسته، اول باید بشمونیم ببینیم اینا چند تا هن. خب این 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 تا هن. خب 22 تا هن. پس در واقع ما باید 11 و 12 رو انتخاب کنیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12، این دوتا دوتا دادی وسطی برای میانه. وقتی تعدادمون فرد وسطی رو انتخاب میکنیم، وقتی تعدادمون زوجه، دوتا وسطی رو انتخاب میکنیم، ازشون چی میگیریم؟ میانگین میگیریم. الان دوتا وسطیمون 25 و 26 هست، انتخاب میکنیم ازشون چی میگیریم؟ میانگین میگیریم. پس الان میدونید میانه رو با کیو 2 نشون میدن، میشه میانگین این دوتا، میشه 25 به اضافه 26 تقسیم بر 2. خب میشه وسط این دوتا میشه 25.5. میانگین 25 و 26 میشه وسطشون دیگه، میشه 25.5. اگه جمعش هم کنیم میشه 51 تقسیم بر 2 که میشه 25.5. اما میانگین چی میشه؟ میانگین میشه جمع همه اینها. پس برای میانگین گرفتن x بار میشه s یعنی مجموع تقسیم بر n یعنی تعداد، از فصل قبل یادتونه. خب s مجموعشون یعنی 18 به اضافه 19 به اضافه 21 به اضافه همه اینها تا چند؟ تا 31 و 33. تا اینجا باید جمع کنیم، یعنی از اینجا تا اینجا با هم جمع میشه. من 3-4 تا از این ور نوشتم، یه دو تا هم از اون ور. تقسیم بر تعدادشون، تعدادشون چند تا بچه ها؟ 22 تا هستن اینا. خب اینا رو دونه دونه جمع میکنیم، از 18 شروع میکنیم. 18 به اضافه 19 به اضافه 21 به اضافه 22 به اضافه 23 به اضافه 23 دوباره، حالا اگر اشتباه کردم خودتون میبینید دیگه، 24 به اضافه 25 به اضافه 25 به اضافه 25 به اضافه 25 به اضافه 25. خب 18 19 21 22 23 23 24 25 25 25، 4 تا 25 به اضافه، یا 5 تا 25 جمع کردم، نه یه دونه شون اضافه است، درسته؟ خب ایبی نداره. پس یه دونه از اینا رو 26 ها رو به جاش 27 می نویسم، 3 تا 26 می نویسم، چون اینجا یه دونه کم تر بوده، این باید 26 می بود، نوشتم 25. یا پاکش کنم اصلا بذارم، نه پاک نمیشه، همون 23 تا 26 می نویسم، 26 26 26، یه دونه از این 26 ها رو می کنم 27 که این یه دونه رو جبران کنم. به اضافه دو تا دیگه هم 27 داریم، چون برای ما میخوایم اینجا جمع کنیم، مهم نیست برامون دیگه. اوه خرابش کردم کلا. خب بالاخره بعد کلی مشقت به دست شد این جمع کردنش یکم مشکله. تقسیم برای چند میشه؟ تقسیم برای 22 باید بشه که مساوی میشه با 25.5، مساوی با 25.5. خب میانگینش شد 25.5، میانش هم شده 25.5. پس من اینجا بنویسم که میانگینش هم چقدره؟ 25.5. حالا گفته نمودار جعبه ای داده ها را رسم کنید. خب ببینید من الان اینجا میدونم که بین این دوتا Q2 من هست چقدر؟ 25.5. میدونید که چارک اول میشه میانه داده های اول، این داده های از اینجا از 18 تا 25 چند تان؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. چارک اول میشه میانه اینا، یعنی میشه ششومی، 1, 2, 3, 4, 5, 6. پس این الان میشه چارک اولمون، میشه Q1. چارک دوم که همون میانه است، چارک سوم میشه میانه داده های بعد از میانه، بعد از میانه یعنی قسمت دوم داده، میانه شون رو حساب میکنیم، از 26 تا 33 این هم 11 تان، ششومی شو حساب میکنیم،
یک دو سه چهار پنج شیش بیست و هفت. پس این هم میشه چی؟ میشه چهارک سوم. پس چهارک اول، ببینید شما میانه داده ها رو به دو دسته تقسیم میکنه، داده های قبل میانه، بعد میانه. خب میانی داده های دسته اول میشه چهارک اول، میانی داده های دسته دوم میشه چهارک سوم. پس الان من چهارک اول، چهارک دوم، چهارک سوم دارم. برای رسم نمودار جعبه ای چی میخوایم؟ برای رسم نمودار جعبه ای اولین داده رو میخوایم، جایی که شروع میشه. آخرین داده رو میخوایم، جایی که تموم میشه. چهارک اول جایی که جعبه شروع میشه، چهارک سوم جایی که جعبه تموم میشه. پس میایم بر اساس اینها نمودار جعبه ای رو رسم میکنیم. خب قبل از اینکه نمودار جعبه ای رو رسم کنم، گفته بود اینجا نمودار نقطه ای رو رسم کنیم. بریم نمودار نقطه ای رو هم رسم کنیم. خب اینجا روی 18 یه نقطه میذاریم، 18 روی 19 یه دونه است، روی 21 یه دونه هست، روی 22 یه دونه هست، روی 23 دو تا هست، روی 24 یه دونه هست، روی 25 4 تا نقطه هست، 1 2 تا 3 تا 4 تا، روی 26 4 تا هست، 1 2 تا 3 تا 4 تا، روی 27 2 تا هست، 1 2، روی 28 چیزی نداریم، 29 دو تا هست، روی 30 باز نداریم، 31 دو تا داریم، 32 نداریم، روی 33 هم یکی داریم. پس این هم شد نمودار نقطه ای ما. حالا بریم سراغ رسم نمودار جعبه. برای رسم نمودار جعبه همه محوره رو براش در نظر میگیرم و میارم پایین همه محور رو. خب با توجه به دادایی که اینجا دارم، داده هم همه چی رو دارن میگن. داده اولیم 18 چیه؟ کوچکترین داده است. پس کوچکترین دادم 18 اینجاست، اینا رو رو محور مشخص میکنم. بزرگترین دادم 33 یعنی اینجاست. پس ببین نمودار جعبه من از 18 شروع میشه، 33 تموم میشه. خب Q1 هم رو 23، 23 اینجاست. خب پس از 23 جعبم شروع میشه. Q3 هم رو 27، 27 اینجاست. پس اینجا جعبه تموم میشه. خب پس من بیام اینجا نمودار رو رسم کنم، فقط این یه ذره این نقاط رو بیارم بالاتر که برای رسم جعبه با مشکل نخورم. خب از اینجا شروع میشه تا اینجا، از اینجا هم میاد تا اینجا. این باید، خب اینجا هم که جعبی ما هست، از اینجا تا اینجا. فقط بذارید نه یکم صاف کنم نقطشم. خب این از این، حالا جعبی ما هم این وسط قرار داره دیگه، پس این هم میشه جعبی ما. جعبی ما از 23 تا 27 هست و میدونیم که الان Q2 ما کجاست؟ Q2 ما وسط 25 26 یعنی اینجاست. این الان Q2 ما هست. پس الان من میتونم اینا رو روی جعبه هم بنویسم. خب من عددهای مربوطه رو هم نوشتم. خب یه چیزی که حالا ممکنه اینجا از ما بخوان، البته نگفتم، ندیدم که بگه، کو بذاریم نگاه کنم. دامنی میان چارکی رو از ما نخواسته، نه دامن میان چهارکی رو نخواسته ولی به دستش میاریم. IQR یا دامنی میان چهارکی، اصلا از اسمش معلومه، بین چهارک ها، بین چهارک اول و چهارک سوم فاصله شون چقدر؟ خب میشه 27 منهای 23، چهارک سوم 27 منهای چهارک اول 23، که مقدارش میشه چند؟ IQR مساوی چند؟ مساوی 4 است. حالا ممکنه ازمون بخواد یا توی سوالات به کارمون بیاد، به دستش آوردیم. قسمت برام پس حل کردیم. قسمت پ میگه آیا تعداد بازیکنانی که سن آنها بیشتر از میانگین است بیشتر است، یا تعداد بازیکنانی که سن آنها کمتر از میانگین است؟ عزیزان دقت کنید، اینجا ما میانمون 25 و نیمه، میانگینمون هم 25 و نیمه، یعنی میانه و میانگینمون با هم یکسانن. و ما همیشه میدونیم که چی؟ همیشه تعداد داده های بعد از میانه
و داده های قبل از میانه با هم چی هن؟ تعدادشون مساویه. الان چون میانه و میانگین یک جا افتادن با هم مساوی هن، پس داده های بعد از میانگین هم همین وضعیت رو دارن. پس میگیم با هم چی هن؟ برابر هستند. چرا؟ چون میانگین و میانه مساوی هستند و میدانیم تعداد داده های بعد و قبل از میانه با همچین برابرن. تعداد داده های قبل و بعد میانه با هم برابرن. سوال تی گفت آیا تعداد بازیکنانی که سن آنها بیشتر از میانه است بیشتر است یا تعداد بازیکنانی که سن آنها کمتر از میانه است؟ خب همین الان گفتم برابرن. میانه و میانگین را در این بررسی مقایسه کنید، چه نتیجه میگیرید؟ خب با هم برابرن دیگه، گفتیم بهتون با هم برابرن. میانه و میانگین با هم اینجا برابرن. خب میگه سن چه تعدادی از بازیکنان بین چهارک اول سوم قرار داره؟ آیا بدون محاسبه چهارک هم میتونه به این سوال پاسخ دهید؟ بچه همیشه حدود 50% داده ها بین چهارک اول و سوم قرار دارن. حالا چرا میگم حدود؟ بچه معمولا یه ذره کمتر از 50 یا یه ذره معمولا یه ذره کمتر از 50. حالا بعضی وقتا هم در یه شرایط خاص خود 50% دقیق هم ممکنه باشه. الان توی این سال بشماریمشون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا. پس اینجا چند نفرن؟ 10 نفر. میگه آیا بدون محاسبه چهارک ها میتوانستید به این سوال پاسخ دهید؟ یعنی بدون اینکه این 23 و 27 داشته باشیم میتونستیم اینو بگیم؟ بله. چطوری میتونستیم بگیم؟ میتونستیم بگیم آقا کلن دامنه تعداد اینا میشه نصف، گفتیم حدود 50% دیگه، 50% 22، یعنی 22 رو ضرب در 50% میکردیم که در واقع میشه 1/2، میشه چند تا؟ 11 تا. ولی از طرفی نگاه کنید بچه ها، خب بچه این 11 تا 50% یعنی که بین چهارک اول و چهارک سوم قرار دارن، اما خب یه دونشون هم چیه؟ یه دونه هم که میانه است، که الان ما میدونیم که میانه بین اینها وجود نداره. پس باید 11 رو چیکار کنیم؟ 11 رو منهای 1 کنیم که میشه چند تا؟ میشه 10 تا. پس تعدادشون میشه چی؟ تعداد داده های بین چی؟ بین Q1 و Q3. 50% داده هستن، 50% داده میشن 11 تا. خب این 11 تا با احتساب میانه است، ولی چون میانه رو ما نداریم، میانه میدونیم که الان 25.5 بین این داده وجود نداره، این ازش چی کار میکنیم؟ حسب میکنیم میشن چند تا؟ میشن 10 تا. خب بریم سراغ تمرین درس دوم. خب درس دوم صفحه 110 و تمرینش صفحه 112 شروع میشه. صفحه 112 تمرین اولیش هست، یه تمرین دیگه هم داره. سوال اول میگه مقدار متغیر سوم در نمودار حبابی متناسب با کدام یکی از موارد زیر است؟ خب برگردیم به درس نگاه کنید. خب برای این سال کافی فقط برگردیم این بالا نگاه کنید، نوشته VSC، یعنی متغیر سوم اندازه نقطه یا چیه؟ مساحت دایره است. پس مقدار متغیر سوم در نمودار حبابی متناسب با کدام یکی از موارد زیر است؟ متناسب با مساحت دایره ها. اگر که میگفت مجذور شعاع هم میتونستیم، چون متناسب گفته بود، درست بگیره، ولی خب گفته خود شعاع، پس نه با شعاع، نه با قطب، نه با محیط، با هیچ کدوم متناسب نیست، با مساحت دایره یا با مجذور شعاع، یعنی شعاع به توان 2، چون مساحت دایره میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. سوال دو
میگه نمودارای حبابی برای نمایش چند متغیر عددی در یک نمودار به کار میرن. خب برای 3 تا متغیر این که محدودیتی ندارد درست نیست. خب یه متغیر که محور افقی، یه متغیر محور عمودی، یه متغیر هم مساحت خود اون نقطه ای هست که نشون میدیم. خب این تمرین صفحه 112. خب تمرین بعدی ادامه، در واقع تمرین بعدی این درس صفحه 117. سال اول میگه نمودار راداری برای نمایش داده های چند متغیر کمی به طور همزمان به کار می رود. خب بچه جواب خیلی از سوالات توی متن درس هست. مثلا اینجا سال اول رو من برمیگردم توی کتاب، توی متن درس نگاه کنید. همین اول که نمودار راداری رو توضیح داده میگه استفاده از نمودار راداری روشی برای نمایش داده های چند متغیر در قالب نمودار دو بعدی است که در آن چیز 3 متغیر کمی یا بیشتر بر روی محورها نمایش نشان داده می شوند که نقطه شروع همه آنها یکی است. خب ادامهش گفته چی؟ گفته محل قرارگیری و زاویه محورها نسبت به یکدیگر هیچ اطلاعات خاصی را بیان نمی کند. این یادتون بمونه؟ پس جواب سوال اول فعلا میشه چی؟ میشه 3 متغیر کمی یا بیشتر. سوال دوم میگه چی؟ میگه زاویه بین شعاع‌های مجاور در نمودار راداری چه چیزی را نشان میدهد. خب این همون چیزی بود که الان بهتون گفتم، گفتم اینو تو ذهنتون داشته باشید. یه لحظه برگردین دوباره اینم نشونتون بدم. فقط باید اینجا یه نکته‌ای رو حواستون رو جمع کنید بهش بچه. اینجا گفتیم چی؟ گفتیم که محل قرارگیری و زاویه محور نسبت به یکدیگر هیچ اطلاعات خاصی را بیان نمی‌کنه. پس کلاً در حالت کلی اطلاعات خاصی را بیان نمی‌کنه. اما در ادامه یه چیزی گفته. گفته نمودار راداری از چند خط به طور دقیق‌تر نیم خط به شکل‌های پرهای چرخ دو چرخه تشکیل می‌شود که در نقطه‌ای به مرکزی به یکدیگر اتصال دارند و زاویه‌های یکسان بین هم دارند. بچه زاویهش فقط میشه یه استفاده ازش کرد. ببینید این وقتی زاویه ها یکسانند، خب شما میدونید دور تا دور هر نقطه چقدره؟ 360 درجه است، درسته یا نه؟ خب 360 رو اگر شما تقسیم بر این زاویه یعنی 72 کنید، تعداد محورها رو بهتون میده 5 تا. فقط همین یه استفاده رو میتونه داشته باشه، ولی این هم باز استفاده خاصی نیست چون تعداد محورها معمولا مشخصه، مگر یه جایی بخواد از این استفاده سوء استفاده بکنن. اگر در حالت عادی اینم چیز خاصی نیست، یعنی هیچ نکته خاصی توی این نهفته نیست. حالا به عنوان تنها کاربردش میشه همین موضوع رو فقط بیان کرد، وگرنه در حالت کلی اطلاعات خاصی رو به ما نمیدن. پس بریم همینو براش بنویسیم. پس میگیم اگر زاویه ها یکسان باشن میتوان با تقسیم 360 بر اون زاویه تعداد محورها رو به دست آورد. به جز این مورد کاربرد دیگری نداره که همین همچین مالی نیست، همچین کاربرد خاصی نیست. سوال سوم، نمودار راداری چه چیزی را به ما میگوید؟ خب چی میگه؟ میگه حالا شما خوبه، سلامتین. اینجا نگاه کنید دقیقا همینو اومده اینجا جواب داده که نمودار راداری به ما چی میگه. میگه کدام نمودار راداری به ما میگوید؟ بله اینجاست. نه پس اون سلام علیک نمی کنه. میگه کدام مشاهده شبیه یک دیگرند؟ کدوم ها شبیه همند؟ آیا دادی دورافتاده وجود دارد؟ دادهای دورافتاده واضح میشن تو اینا با توجه به این که کدوم ها کمتر خیلی کمن یا خیلی زیادن. مقدار کدام متغیر برای یک مشاهده نسبت به متغیرهای دیگر بیشتر یا کمتر است؟ مقدار کدام متغیر برای یک مشاهده نسبت به مشاهده‌های دیگر بیشتر یا کمتر است؟ خب یکم اون بالایی شده. نسبت به مشاهده دیگر، اینجا نسبت به متغیرهای دیگر. از این نمودار در ورزش برای نشان دادن میزان قدرت و ضعف بازیکنان نسبت به یکدیگر استفاده میشه. پس اینها کاربردهای نمودار راداری هست. اینایی که بچه‌ای که اهل فوتبال بازی کردن تو پلی‌استیشن میدونن که تو پلی‌استیشن قدرت بازیکن‌ها، قدرت تهاجمی، تدافعی و
اینا رو همه رو به توی یه نموداره به همین شکل اگر دقت کنید، اونایی که بازی میکنید نموداره به همین شکل هستن. حالا پسرا بیشتر اینا میدونن چی میگم. توی نموداره به همون صورت بالایی قدرت و ضعف بازیکن ها رو نشون میدن. پس جواب سوال 3 اینجا بود. این جواب سوال 3 بود. صفحه چنده؟ صفحه 114 جواب سوال 3 تمرین صفحه 117 هست. خب اما سوال چهارم، سوال چهارم چی میگه؟ میگه کاربرد نمودار راداری در ورزش چیست؟ خب کاربردش رو بهتون گفتیم دیگه، کاربردش اینجاست، همون صفحه، همین صفحه 114 اگه اشتباه نکنم. آره صفحه 114. از این پس اینجا جواب سوال 3 بود، این سوال 4. از این نمودار در ورزش برای نشان دادن میزان قدرت و ضعف بازیکنان نسبت به یکدیگر استفاده می شود. پس این جواب سوال 4 تمرین صفحه 117. برای بچه ها پلیستیشن باز فوتبالیست ها پلیستیشن خیلی جالبی. خب میبینن که اینقدر بازی کردن یه جایی به دردشون خورد. سوال پنجم، اگر زاویه بین دو شعاع مجاور در نمودار راداری 40 درجه باشد چند متغیر در نمودار حضور دارد؟ خب همون چیزی که بالا گفتم، اگر این زاویه، ببینید دقت کنید، سوال چندان درستی نیست. باید این زاویه با هم مساوی باشن. اگر که بعد شرط رو میگفتی این زاویه مساوی، ولی ما بینداره، ما میگذاریم خودمون به بزرگوار خودمون رد میشیم. فرض میکنیم که زاویه مساوی هن و زاویه بین دو تا شعاع مجاور 40 درجه است. خب ما گفتیم چیکار میکنیم؟ 360 رو بر اون زاویه تقسیم میکنیم، همون چیزی که بالا گفتیم دیگه، تعدادشون به دست میاد، تعداد متغیر 360 تقسیم بر 40 میشه چند؟ میشه 9. پس چند تا متغیر در نمودار حضور داره؟ 9 تا. بریم سراغ سوال بعد. خب چون اینجا جا نیست باید نمودار بکشیم، من اینو میبرم صفحه بعد، پایین صفحه بعد جواب میدم. خب اینجا میخوایم اینا رو در قالب نمودار راداری نشون بدیم. بچه ها ببینید چند تا متغیر داریم؟ 5 تا. پس زاویه‌ای که ایجاد میشه چقدر؟ 360 تقسیم بر 5 مساوی 72 درجه است. پس ما میاییم 5 تا محور با زاویه 72. خب من که الان دستم نیست به چیزی، دستم نیست، میام زاویه تقریبا 72، چیزی که به نظر خودم 72 هست و تقریبا میکشم 2 3 4، این هم تقریبا خوبم در اومد. خب بعد حالا گفته اندازه هاشون چقدرن، گفته میخواید مدرجش کنید، X1، حالا همین اولی از بالا برم به سمت راست ساعت گردش کنم، بالایی رو میگیرم X1، اینو میگیرم X2. پس X1 عمر مورد انتظار در بعد و تولد بر حسب سال هست، X2 این یکی نسبت متخصصان سلامت به ازای هر 10,000 نفر جمعیت که حد اکثرش باید 245 باشه. یعنی اینجا چیه؟ این حد اکثرش 245، این حد اکثرش چقدر؟ 84. بعدی نسبت ولادت ها به وسیله متخصصان سلامت. خب نسبت بر حسب درصد دیگه، پس این X3 و حد اکثر چند؟ 100. حد اکثر 100 رو داره. این X4 و حد اکثرش باز چند؟ 100. اینم نسبت، نگاه کنید، نسبت جمعیت دارای دسترسی به شبکه فاضلاب. بعدی X5 که اینجاست، شاخص آمادگی اجرای مقررات بین المللی سلامت. خب اینم از چند؟ از 100. خب بر اساس این من دونه دونه میام اینا رو هر کدوم رو با یه رنگ. اول برای ایران، برای ایران عمر مورد انتظار یعنی X1 75. خب این 84 75 و نیم نزدیکای این هولوش میشه. خب این هولوش میشه برای اولی. بعد نسبت متخصصان به ازای هر 10,000 نفر 23 نفر از 245 تا، تقریبا 1/10 بچه ها، تقریبا 1/10، یعنی هول و هوش میشه در قسمتش کنم، این هول و هوش میشه ایران. خب نسبت ولادت ها به وسیله متخصصان 96% ایران، یعنی این خیلی نزدیک به 100 هست، این هول و هوش هست.
بعدی نسبت جمعیت دارای شبکه فاضلاب X4 برای ایران 90 هست، یعنی این هول و هوش هست. خب بذار من این 100 رو ببرم این طرف تر تو دست پام نباشه. بعدی هم که حالا X5 هم بذارید من ببرم اینا رو بنویسم پشت که مزاحمم نشن، X5 اینم 100. خب اینم چقدر؟ 85. این هول و هوش مثلا باشه. اینا رو من میام با هم چیکار میکنم؟ وصل میکنم اینا رو با همین رنگ قرمز به هم وصل میکنم. پس این برای ایران. خب حالا برای پاکستان میام یه رنگی دیگه میذارم، برای پاکستان رنگ سبز میذارم. خب برای پاکستان باز هم الان نگاه کنید، عمر مورد انتظار 66، یکم از ایران پایین تره، این هول هوش مثلا باشه. خب دیگه نسبت متخصصان 14، نصف ایرانه. بعدی نسبت ولادت ها 50%، پس نصف این هم، این کلن نصف. دیگه نسبت جمعیت دارای دسترسی 64، پس این هم میاد این هول و هوش مثلا قرار میگیره، 65% تقریبا. و بعدی هم که شاخص آمادگی هم 43%، یعنی از نصف کمتره. ببین اینا رو من که نمیتونم بیام از 143 رو دقیق نشون بدم، چیز تقریبی نشون میدم، چیزی هم ندارم مثلا خطکش خیلی دقیقی هم ندارم که بیام این کار رو باش انجام بدم. خب این الان نمیگیره، بذار من زوم کنم، زوم کنم که بتونم این رو رسم کنم. یکم باید رو این زوم بشه. خب الان زوم کردم، اینو باید بیام به این وصل کنم، اینم میاد به این وصل میشه، از اینجا هم میاد به این وصل میشه، اینم به این وصل میشه، اینم به این یکی هست. میبینید الان برای پاکستان از هر طرف نگاه کنید از ایران کمتره، یعنی پاکستان نسبت به ایران از این شاخص ها عقبتر هست. اما بریم سراغ ترکیه. خب ترکیه رو من با رنگ سیاه نشون میدم. اولی چیه؟ اولین قسمتش 75 هست، 75 و 8 همون تقریبا اندازه ایرانه، یعنی روی این نمودار من بین 75 و 75 و 8 هم نمیتونم تفاوت خاصی قائل بشم، یه تیک کوچولو میتونم ببرمش بالاتر. بعدی نسبت متخصصان سلامتش 41، تقریبا دو برابر ایرانه، پس اینم میاد یکم اینورتر. حالا 41 رو تقریبا اینجا میذارم، زیادم هست ولی خب همین هولوش میذارم. خب بعدی نسبت ولادتاش 97. خب اینم نگاه کن، اینم تقریبا نزدیک ایران، حالا یکم این طرف در. نسبت جمعیت دارای دسترسی به شبکه فاضلابش 95، یکم از ایران بیشتره، اینجا میذارم. و نسبت آمادگیش از ایران کمتر، ایران 85 این 78، پس اینم میذارم این هول و هوش 78. حالا میام اینا رو با هم چیکار میکنم؟ وصل میکنم. برای وصل کردن اینا باید کم زوم کنم، چون اینطوری با هم وصل نمیشن. خب اول میاد این رو به اینجا وصل میکنید، این رو هم بعد دوباره به این وصل میکنید، بعد میاد این سیاه اینجا وصل میکنید، اینا هم میاد به این وصل میکنید و اینا هم در آخر به این یکی وصل میکنید. پس شکلش تقریبا به این صورت شده. میبینید که از نظر تقریبا میشه گفت ترکیه 1% خیلی ناچیزی از ایران بهتر هست و ایران خیلی بیشتر از، خیلی بهتر از پاکستان هست تو این شاخص ها، تو این شاخص هایی که مربوط به سلامت هستن. خب البته ترکیه هم توی جایی از ایران ضعیف تر است. کلیت ایران و ترکیه به هم نزدیک وضعیتشون تو شاخص های سلامت. خب موفق باشید بچه ها، کتاب تموم شد، در پناه خداوند بزرگ باشید.